آنچه درباره باد شکم نمیدانید با من رضا پور کنن شنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر، به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. منبع باد یا گاز شکم چیست؟ هوای بلعیده شده هنگام خوردن و نوشیدن، گاز جذب شده از خون توسط دیواره روده، گاز حاصل از واکنش‌های شیمیایی روده و گاز تولیدی در اثر فعالیت‌های باکتری‌های روده. ساختار دقیق باد شکم در افراد مختلف و در اوقات مختلف بر مبنای غذای فرد متفاوت است. قسمت اعظم هوای بلعیده شده اکسیژن است که قبل از رسیدن به روده جذب بدن میشه و فقط نیتروژن باقی میمانه. مابقی هم شامل دی اکسید کربن، هیدروژن و متان است. هرچه باد بیشتر در روده نگه داشته شود، میزان نیتروژن آن بیشتر میشه، چون بقیه امکان جذب دوباره به بدن را دارند. در ضمن افراد عصبی و عجول اکسیژن بیشتری در روده دارند و زیاد باد شکم از خود رها میکنند. بوی حاصل از گاز معده بیشتر به خاطر ترکیبات گوگردی مثل سولفید هیدروژن است. غذاهایی چون کلم، تخم مرغ و گوشت بوزا هستند. لوبیا به طور اخص بوی شدیدی ندارد ولی حجم گاز را خیلی زیاد میکند. صدای باد شکم حاصل ارتشاعات دهانه مقعد هنگام خروج گاز است. نوع و شدت صدا بستگی به شتاب گاز و تنگی ماهیچه مقعد دارد. به طور متوسط هر فرد روزانه نیم لیتر باد شکم تولید میکنه و 14 مرتبه در روز این کار رو انجام میده. حال در اینجا یک سوال مطرح میشه که آیا ممکن است کسی اصلا باد شکم تولید نکنه؟ در جواب باید بگیم خیر. همه باد شکم تولید میکنن، حتی مرده ها تا چند ساعت پس از مرگ به خاطر گازهای جمع شده در روده ممکن است باد شکم تولید کنن. سوالی که همه پرسیدند، آیا مردها بیشتر از زنها باد شکم تولید میکنند؟ خیر، تفاوت در میان تولید گاز معده یا باد شکم بستگی به جنسیت ندارد و بیشتر مربوط به عادت غذا خوردن و بلعیدن هوا و ژنتیک است. اما مردها آزادانه تر از زنها باد شکم تولید میکنند و زنها در این مورد به خاطر قواعد اجتماعی بیشتر خودداری و مخفی کاری میکنند. چرا حبوبات گاز تولید میکنند؟ حبوبات حاوی چند نوع قند هستند که برای انسان قابل هضم نیست و وقتی این قندها بر روده میرسد، باکتری های روده جشن میگیرند و حسابی گاز تولید میکنند. بقیه غذاهای گازساز عبارتند از مرچ دلمه‌ای، کلم سنگ، کلم پیچ، شیر، نان، تخم مرغ، آبجو و کشمش. کارهایی مانند بلعیدن تند غذا و آب، ساجق جویدن، سیگرت، نوشابه های گازدار، صعود در هواپیما و عصبی بودن گاز معده را زیاد میکند. آیا نگه داشتن گاز معده ضرر دارد؟ در این مورد نظرات متفاوت است. قدیمی ها معتقد بودند که ضرر دارد. کلادیوس امپراتور روم به خاطر حفظ سلامت عمومی رها کردن گاز معده در جشنهای دربار را آزاد کرده بود. اما دکترهای امروزی میگویند که خودداری ضرری ندارد. فقط فشار گاز ممکن است باعث دل درد شود. بعضی دکترها هم اعتقاد دارند که خودداری مداوم در دراز مدت باعث کلان شدن و ورم کردن دیواره روده میشه. گاز معده یا باد شکم با کبریت یا گوگرد شعله‌ور میشه. باور ندارید، امتحان کنید. فقط مواظب باشید که کار خطرناکی است. بنابر آمار، 1/4 کسانی که این کار را کردند مقعدشان را سوزاندند، چون شعله به سمت مقعد پس میزند. در ضمن امکان آتش گرفتن لباس و چیزهای دیگر دوروبر هم هست. همانطور که قبلا ذکر شد، باد معده حاوی گازهای متان و هیدروژن است که هر دو گاز شدیداً اشتعال پذیر هستند. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب نکسون پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.